یکی از بزرگترین روانشناس‌های تاریخ عقیده عجیبی داره. اون به این عقیده است که انسان از دوران نوزادی و طی نسل‌ها و تکامل خودش آموخته که برای بقا باید محبت مادرش رو به دست بیاره. اگر مادر نوزادی اون رو دوست نداشته باشه، اون محکوم به فنا شدنه. اون نوزاد جونش از دست میده. فیلم جوکر 2 عمیقاً به فردی میپردازه که در جستجوی این دوست داشته شدنه. فیلم با یک انیمیشن شروع میشه. سایه‌هایی آرتور فلک رو کتک میزنن و اراده بدن اون رو به دست میگیرن. اما این سایه‌ها چه کسانی هستن؟ یونگ، روانشناس معروف، سایه‌ها رو این گونه توصیف میکنه: عقده‌ها و سرکوب‌های ما توسط جامعه و اطرافیان در انتها گالبد بدن ما رو زمانی که تحقیر شدیم در دست میگیرن، زمانی که کنترل خودمون رو از دست دادیم، و در اون هنگام این ما نیستیم که بدنمون هدایت میکنیم، بلکه این سایه‌های ما هستن، بلکه این عقده‌های ما هستن، بلکه این سرکوب های ما هستن. آرتور فلک با عقده های طرد شدن، تجاوز و بیمهری توسط مادرش رشد یافته بود و این سری فیلم ها شاید اسم جوکر رو یدک میکشن، ولی در اصل روایتگر فردی با کشمکش های درونی برای بقاست، برای دوست داشته شدن. آرتور در طول فیلم سعی میکنه که اصلاح بشه، وجودی که اون رو شیطانی ساخته کنترل کنه، موجود شعوری که 6 قتل انجام داده، اما تأخیرها نمیگذارن. در دادگاه اون با سایه‌هاش روبرو میشه که میگن آرتور جوک‌های بی‌مزه زیادی میگه و مادرش هم به نوعی اون رو دوست نداره. آرتور سعی میکنه چیکار کنه؟ در این جهانی که از بد و تولد ما اسم میکنیم برای بقا به مهر و محبت مادرمون نیاز داریم و حال نیست این مهر و محبت از ما دریغ شده و هیچ کس در این دنیا ما رو دوست نداره، چه باید کرد؟ آرتور با بی‌توجهی مواجه شده، پس باید بتونه غمها و دردهاش رو به وسیله تسکین بده، به وسیله موسیقی. در اینجا میخوام از شوپنهاور نقل قول کنم. بعد از شرح حال اون، شوپنهاور اولین فیلسوف خدا ناباور و اولین فیلسوفی بود که در یک کتاب بودن خدا رو زیر سوال بود. اما اون این جهان رو چگونه میدید؟ او جهان رو این گونه توصیف میکرد: این جهان زاده شیطانه، نه خدا، چون میلیون ها موجود در طول روز کشته و تکه تکه میشن. به هنگامی که یک زن توسط رابطه یک زن و مرد باردار میشه، بعد از اون معاشقه، این صدای شیطانه که در تاریکی لبخند میزنه. انسانی با این تفکر پوچ و توهی چگونه میتونست این همه سال زندگی کنه؟ اون موسیقی رو وسیله‌ای برای رهایی و میل به زندگی میدونست، ابزاری برای احساس، ابزاری با بُعد متافیزیکی که اگر عالم مثلی که افلاطون به اون باور داشت وجود میداشت، این عالم به وسیله موسیقی قابل رؤیت و لمس بود. در فیلم آرتور فلکی رو داریم که عملا تمام شده. هرگاه خبری میشنوه به موسیقی پناه میبره، در خیال خودش موسیقی مینوازه و میرقصه. وقتی میفهمه مادرش دوستش ندارن، صدای موسیقی میاد تا بتونی یه کمی احساس کنه، احساس زندگی بودن و از این پوچی رها بشه. چون ما از اول، از بدو تولد، به صورت غریزی باید حس دوست داشته شدن رو داشته باشی. وقتی که خبره قتل‌ها رو میشنوه و اینکه محکوم شده، بازم صدای موزیک میاد. وقتی خبر جدایی از پارتنرش رو میشنوه، صدای موزیک میاد. تو زندان اذیتش میکنن، صدای موزیک میاد. اون برای غلبه بر این پوچی دنیا و رها شدگی توسط جامعه رو به موسیقی میاره تا کمی حس کنه، احساس کنه. این احساس مرهمی بشه بر زخم‌های روحی و زخم‌های جسمیش، به همون سان که شوپنهاور میگفت. فیلم در انتها چطوری تموم میشه؟ فیلم با کنایه به ما تموم میشه. آرتور یک بازدید کننده داره، نگهبانی که به اون تجاوز کرده و زندانبانهایی که باش همکار بودن و دوستش رو کشتن. به آرتور میگن تو یه ملاقاتی داری. آرتور تنها میشه و فرد دیوانه نزدیک اون میشه. اون فرد دیوانه با بیرحمی آرتور رو به قتل میرسونه و هنگام خنده هاش صورتش رو زخمی میکنه تا همیشه زخمی روی صورتش بمونه، مثل جوکر کریستوفر نولان. اما این قضیه کنایه‌ای به ماست. اصولا ما در فیلم ها دنبال کسی هستیم که کاری که ما نتونستیم در زندگی واقعی انجام بدیم اون انجام بده. جوکر شخصیت دیگر آرتور فلک توسط جامعه به وجود آمده بود، جامعه‌ای که میخواست علیه نظام سرمایه‌داری بایسته و علیه تبعیض و فساد، پس به یک آنارشیست به مانند جوکر نیاز داشت. آرتور در فیلم به این نتیجه رسیده بود که اعمالش شیطانی بوده و اعتراف میکنه به جرمهاش، اما جامعه به مانند حالی اون رو ترک میکنه، چون جوکر نیست، چون قرار نیست کاری که اونها دوست دارن رو انجام بده و نمیتونن اون کار رو در شخصی چون آرتور ببینن. پس شخصی به وجود میاد
که جایگزین آرتور بخت برگشته میشه و خود آرتور رو به قتل میرسونه. نگاه آرتور در انتها به ما مخاطبه که ما چگونه اون رو قضاوت میکنیم. از نظر من فیلم خیلی خوبی بود. فیلم داشت چی به ما میگفت؟ نگاه کنید، اصولا فیلم های هالیوود فیلم هایی هستن که ضد قهرمان ها تبدیل به قهرمان شدن. قهرمان هایی که دستشون به خون مردم آغشته است، دزدی میکنن، فساد میکنن، شرارت میکنن. انگار جامعه الان این چیزها رو بیشتر میپسنده. من نمیگم باید کاراکترهامون برگردن به عصر کلاسیک یا کاراکترهای به شدت خوبی که فقط اعمال مثبت انجام میدن. نه، باید کاراکترها خاکستری باشن، هم خوب هم بد. ولی اگر یک نفر قهرمان شد، میلش به مثبت بودن بیشتر باشه. کارگردان فیلم جوکر 2 تاد فیلیپس اگه اشتباه نکنم میتونست یک فیلم جوکر بسازه، جوکر رو دوباره تو زندان اذیت و آزار قرارش بدن، جوکر فرار کنه و این سری یه انقلاب رو رهبری کنه و در انتها برسه به بتمن. بتمنی که متمایل به نظام سرمایه‌داری. و حالا ما ندونیم طرف جوکر باشیم یا بتمن. فیلم اینطوری میلیارد دلار میفروخت. اما کارگردان میخواست به ما چی بگه؟ میخواست به ما بگه این افسار گسیختگی که شما از جوکر میخواید اصلا درست نیست. این چیزی که شما میخواید درست نیست. در انتها آرتور فلیک به ما نگاه میکنه. به دوربین نگاه میکنه، انگار داره میگه تو چجور من نگاه کردی، انگار میگه تو باعث کشته شدن من شدی. اون کسی که میخنده، اون کسی که جامعه میخواد، یک قاتل، یک کسی که عقده‌هاشو خالی کنه. اما یه این درسته؟ به نظر من فیلم جایزه کن رو میبره، نه به خاطر موزیکال بودن، بلکه برای وادار کردن مخاطب به خاطر اینکه خواستش رو از هنر امروز تغییر بده، هنری که دستان قهرمانهاش آغشته با خون بیگناهانه. و برخلاف همه من به فیلم 9/10 میدم، چون فیلم نه برای لذت مخاطب بلکه برای به تفکر انداختن مخاطب ساخته شده بود. ممنون میشم با لایک و کامنت از پیج من حمایت کنید. خدا نگهدار.